همطور که میلیون ها شهروند ایرانی و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی طی روزهای گذشته ابراز کردن، دولت برآمده از رأی اکثریت ملت ایران نیست و نامشروع و بی‌اعتبار هست. دولتی که به این نحو بر اساس دروغ و تقلب شکل گیره نمیتونه علی‌القاعده خواسته ها و تمایلات اکثریت مردم رو در اداره کشور و دنیا نمایندگی بکنه. ولی متاسفانه ما میبینیم که در کشور ما دولت مردان ما بنا ندارن به فکر آینده و پیشرفت این مردم باشن و به جای انتخاب کره جنوبی مسیر کره شمالی رو دارن طی میکنن که بسیار آینده نگران کننده است. آقای موسوی خائنی، چه اخباری از بازداشت شدگان اخیر به ویژه دوستان خودتون در سازمان ادوار تحکیم وحدت دارید؟ متاسفانه از بین بازداشت شدگان سازمان ادوار تحکیم وحدت، آقای احمد زیرآبادی و عبدالله مؤمنی دبیرکل و سخنگوی سازمان همچنان در بازداشت هستند و شرایط نامشخصی رو دارن اونجا طی میکنن. از حداقل حقوقشون یعنی داشتن وکیل مسائل دیگه در واقع محروم هستن. بازداشت شدگان دیگه هم داریم که توی مدت به اصطلاح بازداشت شدن، از جمله جمعی از مسئولین و اعضای احزاب مشارکت مجاهدین انقلاب، روزنامه‌نگارا و فعالین مدنی و افراد دیگه که اونها هم به همین ترتیب وضعیتشون مبهم هست و اجازه ملاقات وکلای اونها و رسیدگی های بعدی بهشون داده نشده. و در بین اینها به صورت خاص ویژه افراد مانند آقای سعید حجاریان داریم که در واقع اصلا امکان تحرک و سخن گفتن ایشون ندارن به راحتی. و خبر دیگه هم داشتیم در ارتباط با خانم مهسا امرآبادی که گفته شده در واقع ایشون باردار هستن. نگهداری اینها و بازداشت اینها هرچند که از اساس ایراد داره، ولی بر مورد بعضی از اینها واقعا ناجوانمردانه و شرم‌آور هست. شما به عنوان نماینده پیشین مجلس و یکی از کسانی که در ارتباط با نظارت بر زندان‌ها و به ویژه بازداشتگاه‌های نهادهای مختلف فعالیت می‌کردید و حتی بدین دلیل مدتی رو در زندان گذروندید، در ارتباط با بحثی که الان در جامعه مطرحه، مسئله وضعیت بازداشتگاه‌ها و پروژه اعترافگیری از زندانیان که حتی مورد اعتراض برخی از مراجع تقلید هم قرار گرفته، چه نظری دارید؟ در دوره اصلاحاتی که تغییرات در وضعیت زندان‌ها در واقع رخ داد، دوره 8 ساله دولت آقای خاتمی و حضور اصلاح طلبان در مجلس ششم، ولی به هر حال یه سری مشکلاتی همچنان باقی موند و تو اون دوره فقط ما تونستیم این قانون حقوق شهروندی هم تصویب برسونیم و استثناءً جزء مواردی بود که شورای نگهبان هم اون رو تایید کرد. متاسفانه در زندان‌ها تا حدی که من هنوز اطلاع دارم و خودم جزء اونهایی بودم که مدتی قبل شرایط یکی از زندان‌ها رو در واقع دیدم، این قانون هنوز به صورت کامل اعمال نمیشه و اجرا نمیشه، هرچند دستاندرکاران و مسئولین حکومتی ابا دارن از اعمال و اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ولی انتظار میره که حداقل قوانینی که در درون کشور به تصویب رسیده و شورای نگهبان اونها رو تایید کرده به اجرا در بیاد. متاسفانه شرایط نگران کننده ای رو ما در داخل بازداشتگاه ها همچنان میشنویم و اینها ادامه داره که امیدواریم به زودی به اونها رسیدگی بشه. هر گونه اعترافی هم اگر بر اساس فشار و عدم رعایت این قانون توی این بازداشتگاه ها در واقع بیرون بیاد و بیرون پخش بشه، مثل اون چیزی که در آقای مهدوی و بعضی از اینها ما شاهدش بودیم، طبق شناختی که از مظلوم ها داشتیم، هیچ اعتبار و سندیتی نداره طبق حکم قانون. و از این بعد اگر چنین برنامه‌هایی پخش بشه، حتما خیلی ها اون رو تمسخر خواهند کرد و قطعا اعتباری نخواهد داشت.